تلفات و خسارات آتش سوزی شب گذشته در حوزه 15 امنیتی پلیس به صورت سرسام‌آور و هولناک افزایش یافت. آخرین جزئیات از این رویداد: واگذار شدن یک پایگاه نیروهای آمریکایی در هلمند به نیروهای افغان. پرنفوذترین فرد جهادی و همنشین احمد شاه مسعود لحظات پیش ترور شد. واکنش ها در برابر آن. همچنان واکنش احمد مسعود، پسر فرزانه شهید قهرمان ملی احمد شاه مسعود، در برابر ترور این فرمانده جهادی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. وزارت امور داخله میگوید در آتش سوزی شب گذشته در شمال کابل 7 نفر جان باخته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله گفت تا کنون 7 جسد از محل آتش سوزی دیشب پیدا شده است. او افزود که این آمار ممکن است تغییر کند. سخنگوی وزارت داخله افزود که در مورد علت آتش سوزی تحقیقات جریان دارد. او در مورد خسارت مالی این آتش سوزی چیزی نگفت. پیشتر گزارش شده بود که 10 تانکر تیل و موترهای باربری نابود شدند. این آتش سوزی حوالی از ساعت 9:05 دقیقه شب 11 سور در مربوطات ناحیه 7 در ساحه کاریزمیر رخ داده است. به گفته وزارت داخله، آتش سوزی نخست از یک تانکر تیل آغاز شد. گزارش های تایید ناشده آکی است که در پی انفجار یک ماین مغناطیسی یک تانکر تیل آتش گرفته و حریق گسترش یافته است. بر اثر این حادثه لاین 220 کیلوولت برق وارداتی به کابل نیز قطع شده است. شرکت برق گفته که تیم فنی آن در ساحه حضور دارد تا هرچه سریعتر عارضه های پیش آمده را برطرف کند تا برق کابل به حالت عادی برگردد. طی ماه‌های اخیر این چندمین مورد از آتش سوزی در مخازن تیل در کشور است. پیش از این صدها تانگر نفت در بندر اسلام قلعه هرات و یک شرکت نفتی در مرکز این ولایت طعمه حریق شده بود. همچنین در مرز ابو نصر فاریابی ولایت فاریاب نیز 10 تانگر تیل در یک آتش سوزی نابود شدند. یک پایگاه نیروهای آمریکایی در هلمند به نیروهای افغان واگذار شد. نیروهای آمریکایی در هلمند کمپ انتونک را به قول اردوی 207 ارتش واگذار کردند. قول اردوی 215 در اعلامیه گفت که این پایگاه امروز یک شنبه 12 سور تا یک مراسم به نیروهای افغان سپرده شده است. این قول اردو گفته است که کمپ انتونک با حفظ این نام و حیث قرارگاه نیروهای خاص استفاده می شود. در حال حاضر خروج نیروهای خارجی در جریان است. یاسین زیا رئیس ستاد ارتش دیروز در یک نشست خبری گفت خروج نیروهای خارجی عملا آغاز شده است. بر اساس تصمیم تازه جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا قرار است 2500 سرباز آمریکایی همزمان با سایر نیروهای خارجی تا 11 سپتامبر سال جاری میلادی افغانستان را ترک کنند. مطابق توافقنامه دوحه که میان آمریکا و طالبان امضا شد، تمام نیروهای خارجی باید در اول ماه می از افغانستان خارج شوند. طالبان تأخیر در خروج نیروهای خارجی را سرپیچی از توافق دوحه می خوانند و نسبت به پیامد این تأخیر اجرا دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می گوید این سرپیچی اصولا راه هر گونه اقدام مناسب برای جنگ جان این گروه علیه نیروهای خارجی را باز کرده است. یک فرمانده جهادی در تخار در حمله طالبان کشته شد. منابع امنیتی در ولایت تخار می گویند ملا پیرمقل از فرماندهان پیشین جهادی در یک حمله طالبان و درگیری با این گروه کشته شده است. خلیل اسیر سخنگوی فرماندهی پلیس تخار گفت این حمله روز گذشته شنبه 11 سور در روستای قلعه گرداب ولسوالی رستاق این ولایت رخ داده است.
با گفته او این فرمانده جهادی در کنار نیروهای خیزش مردمی در برابر طالبان می جنگید. اسیر گفت که در حمله طالبان 3 نفر دیگر از افراد وابسته به ملا پیرمخال و نیروهای خیزش مردمی در تخار زخمی شدند. ولایت تخار در شمال شرق کشور از ولایت‌های نام به حساب می‌آید که در شماری از ولایت‌های آن برای تأمین امنیت نیروهای خیزش مردمی فعالیت دارند. در این حال پسر فرزانه قهرمان ملی احمد مسعود روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون، تا آخرین قطره خون در کنار هم استیم. خبر شهادت عامر صاحب پیرمخال، یکن از یاران صدیق قهرمان ملی کشور و از مجاهدین نستوی سنگرهای داغ جهاد و مقاومت مردم افغانستان، به شدت اندوگینم ساخت. شهادت این برادر مجاهد را خدمت خانواده ایشان، مردم با عزت تخار و تمام هموطنان عزیزمان تسلیت و تهنیت عرض می کنیم. اگرچه من از دیر باز عامر صاحب پیرمخال را می شناختم، اما در یک سال اخیر همکاری های مشترک برای دفاع از مردم کشور و انسجام مجاهدین داشتیم و صحبت های زیاد تلفنی کردیم که آخرینش همین شب گذشته بود. دیشب در آخرین صحبت تلفنی ضمن تاکید بر قوت بخشیدن حرکت و مقاومت از خطرات و تهدیدات دشمن نسبت به این حرکت و شخص ایشان یادآور شدم و با این جمله صحبت تلفنی ما خاتمه یافت: تا آخرین قطره خون در کنار هم هستیم. عامر صاحب پیرمغل در حرف خیش تا آخرین لحظه عمرش استاد و ما نیز تا آخرین قطره خون در کنار مردم مجاهدین و خانواده شهید بزرگوار خواهیم بود و بر عهدی که با خدا و مردم و مجاهدین نمودیم استوار خواهیم ماند. دشمن بداند که شهادت افتخار ماست و هنوز عزم ما برای دفاع از دین، مردم و وطن مستحکم تر می شود. احمد ضیا مسعود روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: انا لله و انا الیه راجعون. با تأسف فراوان از شهادت فرمانده پیرمغل ضیایی، یک تن از فرماندهان شناخته شده ولایت تخار آگاه شدم. ترور ایشان در شرایطی که وضعیت امنیتی در کشور نگران کننده است، یک ضایعه بزرگ و پرسش برانگیز می باشد. از خداوند برایشان بهشت برین و برای خانواده محترمشان صبر و شکیبایی تمنا دارم. روحشان شاد و یادش جاوید با تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.